بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی. امیدوارم که جور و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید. خب شاگردای عزیز و گرامی، ما و شما مضمون ریاضی رو با هم میخوانیم، درست است؟ مضمون ریاضی صنف نهم و فصل چندم بودیم؟ فصل هشتم میخواندیم، درست است؟ و عنوانش چی است؟ احصائیه یا آمار، درست است؟ و درس دوم ما و شما امروز میشه. و عنوانهایی که ما و شما باید امروز با هم بخوانیم، اول چی رو میخوانیم؟ دسته‌بندی دیتاهای پیوسته، درست است؟ یا همون دسته‌بندی که درس گذشته ما و شما خواندیم، گفتیم که طول دسته رو به ما و شما میده و تعداد دسته رو ما باید دریافت کنیم، یا برعکس تعداد دسته رو به ما و شما داده میشه و ما طول دسته رو باید دریافت کنیم، درست است؟ اگر یادتون باشه درس گذشته ما اول چی میرفتیم؟ اول دومین تغییرات یا ساحه تغییرات دریافت میکردیم و ساحه تغییرات و دومین تغییرات تقسیم بر تعداد دسته میکردیم و طول دسته ها دریافت میشد، درست است؟ و اگر ما دیدیم که او اشاره دار بود، به سمت بالا چی میکردیم؟ گرد میکردیم یا روانداب میکردیم، درست است؟ پس بسیار آسان میتونیم چی کنیم؟ درس گذشته یا تا نسته میتونیم داده ها را دسته بندی کنیم، درست است؟ اما اگر چی باز عنوان درس امروز ما و شما چی است؟ دسته بندی دیتا های پیوسته. اگر داده های ما و شما دیتا های ما و شما پیوسته باشد، چی رقم دسته بندی کنیم؟ که یک نکته داره که ما او رو باز براتون میگم. اما عنوان دوم ما و شما چی است؟ عنوان دوم ما و شما اوسط وزنی است. اگر یادتون باشه در سال گذشته در صنف هشتم ما و شما اوسط دیتا ها رو میتونیم دریافت کنیم و اوسط دیتا از روی جدول هم چی خوانده بودیم در سال گذشته نمیتونیم دریافت کنیم. اما بعضی وقتها دیتا های ما و شما وزن دارد یا ضریب دارد اصطلاحاً. به عنوان مثال در پوانتون، بخیر که رفتین در پوانتون درس بخونین، باز در اونجا میبینین که درس های ما و شما که در پوانتون میخونیم چی است شاگرد عزیز؟ ضریب دارد یا کردیت دارد اصطلاحاً برش میگیم. به عنوان مثال ریاضی 4 کردیت است، صحیح؟ و درس فیزیک 4 کردیت است. به عنوان مثال درس زبان انگلیسی به عنوان مثال چی است؟ 2 کردیت است یا 3 کردیت است، بس به اون چی نوع درس داره، با اون درس که شما میخونین باز کردیت داره، درست است؟ و اواره اوسط اواره چی رقم دریافت کنیم، صحیح؟ پس شاگرد عزیز میریم سر تخته و درس شروع میکنیم. البته شاگرد عزیز قرار بود که شما کارخانگی رو با ما روان کنید. از طریق چی روان میکردید؟ از طریق واتساپ. نمبرش هم 2 0964 780 255 40 13، درست شاگرد عزیز؟ پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم. خب شاگردای عزیز و گرامی، عنوان اول درس امروز ما و شما چی است؟ دسته بندی دیتاهای پیوسته. اگر درس گذشته را یادتون باشد، ما گفتیم که دیتا را به ما و شما داده باشند، ما میتونیم چی کنیم؟ یاره دسته بندی کنیم. تعداد دسته ها را به ما و شما میده خود سوال و ما میتونیم طول دسته ها را دریافت کنیم. درس گذشته را کلش خواندیم دیگه، نه؟ و دیتای ما و شما فرق نمیکنه که پیوسته یا گسسته باشد. اما اگر دیتای ما و شما پیوسته باشد، فقط همین نکته را که ولی باز هم در درس گذشته گفتیم ولی باز هم تکرار میکنیم که یادتان باشد. به عنوان مثال شاگرد عزیز دقت کنید، به عنوان مثال ما و شما یک سری دیتا داریم که مال نوشته نمیکنیم، صحیح؟ ما جدول کثرت کشیدیم و به شکل شده دیتای ما و شما. به عنوان مثال چی است شاگرد عزیز؟ پس من نوشته کنم دسته بندی دیتاهای پیوسته، صحیح؟ خب شاگرد عزیز دقت کن، دسته بندی دیتاهای پیوسته و باید من صحیح نوشته کنم پیوسته.
و دقت کنید، دیتای درس گذشته ما و شما گفتیم دیتای ما و شما هر چه باشه فرق نمیکنه، ما میتونیم دسته بندی کنیم. اما اگر دیتای ما و شما پیوسته باشد، دیتای پیوسته و دیتای گسسته با هم چی فرق میکنه؟ اینا دسین هفتم خواندین دیگه، نه دیتای دسین هفتم بخی خواندین. دیتای پیوسته میگیم دیتاهایی است که چی است شاگرد عزیز، اگر دو عدد اختیار کنه، هر عدد بینشون باید بتونه اختیار کنه. به عنوان مثال، مثل چی؟ مثل زمان. زمان یک دیتای چی است؟ پیوسته است. به عنوان مثال زمان رسیدن از خانه به مکتب 10 دقیقه است یا 11 دقیقه است، بینش هم میتونه 10.5 دقیقه هم میتونه باشه، 10.6 هم میتونه، صحیح؟ اما دیتاهای گسسته واسه که اگر دو عدد اختیار کنه، دو دیتای دو عدد باشه، بینش نتونه باشه. به عنوان مثال تعداد چی است؟ تعداد تماس هایی که یا تلفنی که شما زنگ میخوره، صحیح؟ به عنوان مثال در احمد 5 تا زنگ میخوره یا 6 تا؟ 5.5 تا زنگ نمیخوره، صحیح؟ پس دیتاهای پیوسته و گسسته معنایش است. ولی اگر دیتاهای ما و شما پیوسته باشد، نکته شمیسته فقط دقت کنید، ما فرض میکنیم چی است؟ ما یک دیتاهای داریم و وا سرعت موترهایی که در از یک سرک تیر میشه، صحیح؟ سرعت موترها از یک سرک تیر میشه، ما اندازه گرفتیم. پس این سرعت موترها چی است؟ دیتاهای پیوسته است. چرا شاگرد عزیز؟ چون 50 کیلومتر بر ساعت و 55 کیلومتر بر ساعت چی سرعت داره و میتونه چی باشه؟ 50.5 با مثال نیم، 50.5، 50.6 میتونه چی باشه شاگرد عزیز؟ سرعت داشته باشه. پس دو تا عدد که اختیار کنه، هر عدد بینش هم میتونه اختیار کنه. پس دیتاهای ما و شما پیوسته است. سرعت چی است؟ یک دیتاهای پیوسته است. پس دسته بندی دیتاهای پیوسته، دسته های ما و شما به این شکل است. به عنوان مثال دسته ها از 50 تا 60 کیلومتر باشد، صحیح؟ از 60 تا 70 کیلومتر و از 70 تا 80 کیلومتر بر ساعت، درست است؟ دیتای ما و شما سرعت موترهاست. شاگرد عزیز دقت کنید، اینم درس گذشته گفتم ولی بازم تکرار میکنیم. وقتی میگیم 60، دقت کنید، از 50 تا 60 کیلومتر بر ساعت و دوباره از 60 تا 70 گفتیم که اگر یک موتر سرعت 60 کیلومتر بر ساعت باشد، ما در دسته اول رو باید نوشته کنیم و در دسته دوم گفتیم در دسته دوم یا تن است نگنه، چون گفتیم که اگر ما هر دوی از ایره به خاطر که شاگرد عزیز ما ایره چی ماندیم؟ قوس متوسط ماندیم و سرحد بالا رو قوس خرد ماندیم و گفتیم قوس خرد معناش این است که خود 60 شامل نیست اما 50 شامل است، دهی خود 60 شامل است اما 70 شامل نیست. پس نکته ای را قرار داد ماندیم دیگه، نه سرحد پایین شامل است، سرحد بالا شامل نیست. چون اگه یار نمانیم با نام مثال ما فقط نوشته کنیم، شاگرد عزیز دقت کنید، بیشک نوشته کنیم 50 تا 60، 60 تا 70. خب شاگرد عزیز و گرامی، اگر حالی یک موتر ما و شما داشته باشیم سرعت 60 کیلومتر بر ساعت باشد، دهی شمار شود دهی گرفته شود؟ نمیدانیم، درست است؟ در دوش ممکنه گرفته شود و ممکنه غلط شود، درست است؟ پس به او خاطر گفتیم ما و شما سرحد پایین همیشه در نظر میگیریم، شامل میگیریم، اما سرحد بالا رو شامل نمیگیریم، درست است؟ به این وشک میشه 60 تا 70 و در دسته آخر 80 هم باید شامل باشد دیگه، چون دسته آخر دیگه دسته بعد ندارد که 80 او دسته دیگه باشه، صحیح است؟ پس فقط دسته آخر است که هم سرحد پایین و هم سرحد بالا شامل میشه، اما دیگه دسته سرحد پایین شامل است، سرحد بالا شامل نیست، درست است؟ و در اینجا چی میشه؟ به عنوان مثال شاگرد عزیز میتونه چه باشد؟ فرکانسی یا کثرت مطلق ما و شما باشد. کثرت مطلق گفتیم میره نامش چی میگیریم؟ کثرت مطلق. کثرت مطلق همون تعداد موترهاست، تعداد موترها. با عنوان مثال 5 موتر ما داریم چی است؟ 5 موتر بین 50 تا 60 کیلومتر بر ساعت است. 7 موتر ما و شما چی است؟ بین 60 تا 70 کیلومتر بر ساعت است و 3 موتر دیگه بین 70 تا 80 کیلومتر بر ساعت سرعت دارد. صحیح است؟ پس چی شد؟ ما و شما جدول کثرت یا جدول فرکانسی دیتاهای پیوسته را فقط نکتهش همیسته که ما و شما در دسته که نوشته میکنیم عدد 60 در دسته اول شامل نیست، در دسته دوم شامل است و نکتهش همین سرحد پایین شامل است اما سرحد بالا شامل نیست، درست است؟ خب باز دیگه چی میتونیم شاگرد عزیز؟ میتونیم مرکز دسته ها رو دریافت کنیم. مرکز دسته باز میتونیم مرکز ضرب در کثرت مطلق کنیم، چون اگه اوسط دیتا رو بخوایم از روی جدول دریافت کنیم در سال گذشته خواندیم دیگه، نه؟ پس ما میتونیم ستون های متفاوت به اضافه کنیم، کثرت نسبی رو میتونیم اضافه کنیم، کثرت تجمعی رو میتونیم اضافه کنیم، اینا رو خواندیم، درست است؟ سوال نظر به خود سوال دیگه، از ما شما چی بخوایم ما میتونیم اونها رو دریافت کنیم. فقط نکتهش پس همین بود که در دسته ها
در دیتای پیوسته سرحد پایین شامل است اما سرحد بالا شامل نیست و فقط در دسته آخر است که هر دو سرحد، سرحد پایین و سرحد بالا، هر دوش شامل میشه. درست است؟ خب مرکز دسته هم دریافت میکنه و به خلاص دیگه امیر به ما شما گفت فقط نمی نکتهش همیست که براتون گفتم. خب مرکز دسته چی میشه؟ 50 گفتیم جمع 60 میسازید تقسیم بر 2 میسازید، پس میشه سرحد پایین جمع سرحد بالا تقسیم بر 2. 50 جمع 60 میشه 110 تقسیم بر 2 اگر بسازیم میشه 55. صحیح است؟ پس مرکز دسته اول ما و شما 55 میشه. مرکز دوم چی میشه دیگه؟ ما این ذهنی حساب میکنم شکر عزیز. 60 جمع 70 چند میشه؟ 130 تقسیم بر 2 بسازیم میشه 65. صحیح است؟ 65 کیلومتر بر ساعت. و دسته آخر 70 جمع 80 میشه 150 و تقسیم بر 2 بسازیم میشه 75 کیلومتر بر ساعت. صحیح است؟ پس شکر عزیز فهم میدیم دیگه دسته بندی دیتای پیوسته دقیقاً مثل دسته بندی دیتای گسسته فرق نمیکنه، فقط نکتهش همین است. گفتیم سرحد پایین شامل میشه اما سرحد بالا شامل نمیشه. درست است؟ پس این هم از دسته بندی دیتای پیوسته. خب شاگردی عزیز و گرامی، دسته بندی دیتای پیوسته را خواندیم و فهمیدیم چی است دیگه. نه اون نکتهش البته درس گذشته ما گفته بودم، ولی باز هم امروز چی کردیم؟ تکرار کردیم که یادتون باشه و در ذهن خود بگیری اون را. صحیح است؟ پس شاگرد عزیز دسته بندی دیتای پیوسته را خواندیم، اما عنوان دوم ما شما چی است؟ اوسط وزنی. اوسط وزنی چی است؟ دقت کنید اوسط شما در سال گذشته خواندین، درست است؟ یعنی اگر ما و شما چند دیتا داشته باشیم اوسط دیتا ها را ما میتونیم دریافت کنیم. با یادتون باشد فرمولش گفتیم چی است؟ x1 دیتای اول x1 میگیریم، دیتای دوم x2 میگیریم، دیتای سوم تا آخر. و چی است؟ x بار یا x بالاش یک خط میکشیم، اون رو میخوانیم x بار و اون میشه چی؟ اوسط دیتا ها. و فرمولش چی است؟ کل دیتا رو با هم دیگه جمع میسازیم و تقسیم بر تعداد کل میکنیم. و باز چی گفتیم در سال گذشته اگر یادتون باشد؟ اوسط دیتا از روی جدول هم ما و شما میتونیم دریافت کنیم. جدول کسرت هم اگر داشته باشیم، دیتا رو نداشته باشیم، فقط جدول کسرت داشته باشیم، از روی از ما میتونیم اوسط دیتا رو دریافت کنیم. اما بعضی از دیتاهای ما و شما هست ضریب دارن یا چی بهش میگیم وزن دارن، اصطلاحا وزنی هستن. صحیح است؟ یا رو چه رقم دریافت کنیم؟ به عنوان مثال گفتم تو گفتم در اول جلسه در اول درس گفتم براتون، به عنوان مثال شما پانتون که بخیر رفتین درس بخونین، هر درس مضمون شما کردیت دارد. یعنی ریاضی 4 کردیت است. معناش چی است؟ معناش چی است که اگر ریاضی 4 کردیت باشد، به عنوان مثال زبان انگلیسی 2 کردیت باشد، یک نمره ریاضی دو برابر یک نمره چه زبان انگلیسی در فیصدی شما تاثیر دارد، در اوسط تاثیر دارد. صحیح است؟ چون کردیت ریاضی 4 است، یعنی هر یک نمرهش 4 حساب میشه. ولی چون کردیت زبان انگلیسی 2 است، هر یک نمره زبان انگلیسی 2 نمره حساب میشه. صحیح است؟ پس با خاطر یار اگه بخوایم اوسط یار دریافت کنیم ده فرق میکنه. درست است؟ پس میریم سر تخته و ما اوسط وزنی رو براتون با چند مثال تشریح میکنم. درست است شاگرد عزیز؟ پس همراه ما باشید. خب شاگرد عزیز و گرامی، اوسط وزنی، درست است؟ من نوشته میکنم عنوان دوم درس امروز ما و شما چی است؟ اوسط وزنی. گفتیم بعضی از دیتای ما و شما در بعضی از مسائل چی است؟ ضریب دارن یا وزن دارن، درست است؟ به عنوان مثال گفتیم همین نمره که در پانتون شما میگیرید، صحیح است؟ به عنوان مثال چی است؟ نمره ریاضی شما میگیرید، درس ریاضی شما چی میشه شاگرد عزیز؟ کردیتش 4 است یا ضریبش 4 است، درست است؟ درس فیزیکتان کردیتش 3 است، به عنوان مثال درس زبان انگلیسیتان کردیتش 2 است، صحیح است؟ حالا یار بخوایم اگر ما بیایم اوسط بگیریم چه رقم دریافت میکنیم؟ پس ما فرمولش به شکل نوشتم میکنم، دقت کن شاگرد عزیز، میگیم که x با اگر x1 x2 تا شاگرد عزیز xn، صحیح است؟ n دیگه میتونه 10 باشه 20 باشه هر چی میتونه باشه، چی باشه؟ دیتاهای ما باشد، دیتاهایی با وزنهای یا ضریب، وزن یا ضریب هم برش میگه، صحیح است؟ فرق نمیکنه. با وزنهای دقت کن شاگرد عزیز w1 w2 تا wn، یعنی x1 ما و شما وزن ها چی است؟ وزنش یا ضریبش w1 است. به عنوان مثال این میتونه 2 باشه 3 باشه 4 باشه هر عدد میتونه باشه، صحیح است؟ داشته باشیم باشد. پس اگر x1 x2 تا xn دیتا های با وزن های w1 w2 تا wn باشند، آنگاه شاگرد عزیز، پس باشند باید باشه، باشند آنگاه
اوسط آنها از فرمول زید دریافت می شود. از فرمول زید دریافت می شود. دقت نشده در عزیز، فرمول چون در زید جا نیست، در زید ما در اینجا نوشته می کنم. صحیحست؟ پس اکس بار ما و شما به این شکل میشه خط کسری میکشیم و در صورت شاگرد عزیز میایید چی میکنین؟ هر دیتا را در ضریب یا وزن خودش ضرب میکنیم. پس ایکس یک در دبلیو یک، ایکس یک دبلیو یک ضرب میکنیم. بین ایکس یک و دبلیو یک ما هیچ نماندم، هیچ علامه نماندم، یا معناش چی است؟ معناش ضرب است. و جمع باز ایکس دو دبلیو دو سایست. پس هر دیتا در وزن خودش یا ضریب خودش ضرب میکنیم و کلش با هم دیگه جمع میسازیم. جمع و تامی آخر جمع چی؟ x n w n. و تقسیم بر چی شاگرد عزیز؟ دقت کنید، تقسیم بر جمع کل وزن ها یا ضریب ها. دقت کنید دیتا ها نه، وزن ها. یعنی چی؟ w1 جمع w2 جمع تا w n. دقت کنید پس چی میشه؟ این فرمول اوسط وزنی است، اوسط دیتا هایی که وزن دارد، ضریب دارد. پس من یک مثال کار میکنم. به عنوان مثال دقت می شاگرد عزیز، مضمون یا درس ما و شما در اینجا نوشته می کنیم، در اینجا ضریب نوشته می کنیم سایست و نمره بان سایست و ضریب و در اینجا نمره که گرفته شاگرد که در پانتون درس می خوانه. به عنوان مثال در یک پانتون درس می خوانه و این درس رو داره، درس ریاضی داره، فیزیک داره سایست، زبان یا لسان داره سایست، زبان انگلیسی و یک تا درس دیگه هم بگیم. بندان مثال چی باید داشته باشد؟ ریاضی، فیزیک و بندان مثال کمتر سایست میخواند چی داشته باشد؟ برنامه نویسی داشته باشد سایست. پس برنامه نویسی فرض میکنیم چی هست؟ در پانتون میخواند، در پانزه چی؟ کمتر سایست میخواند سایست. پس این مضمون ها را بنوان مثال است دیگه، ریاضی، فیزیک، زبان انگلیسی و برنامه نویسی را باید بخواند، نمرش گرفته. خب ضریبش برای ما و شما مشخص میکنه. دقت کنید خود پانتون ما و شما میگه که بنوان مثال ضرب ریاضی 4 است، چون 4 کردیت است در سایر معمولا در پانتون ها درس ریاضی 4 کردیت است، فیزیک 3 کردیت است معمولا، زبان انگلیسی 2 کردیت است، برنامه نویسی هم 3 کردیت است. سایست با عنوان مثال به این شکل است. خب حال نمره، نمره رو گرفته، گفته که ریاضی چی شاگرد یا بگیم دیگه محصل دیگه، حالی سایست دانشجو برش بگیم، نه چون در پانتون درس میخونه دیگه. محصل ما و شما نمره ریاضی خود چند گرفته؟ به عنوان مثال چند گرفته؟ 70 گرفته سایست، نمره ریاضی رو 70 گرفته. فیزیک چند گرفته؟ فیزیک گرفته 85 به عنوان مثال، و زبان انگلیسی را گرفته 100 سایست. برنامه نویسی کامپیوتر را چه گرفته؟ گرفته 65 سایست؟ و به این شکل است. حالی گفته چی کنید؟ بان من این 70 هم کم کمتر کنم، ریاضی امتحان اول بوده و درس نخونده. به عنوان مثال چند گرفته؟ 55 گرفته، 55 گرفته سایست؟ پس دیگه فقط زبان انگلیسی رو 100 نمره پورا گرفته. دیگه خب ریاضی رو کم درس خونده، 55 شده، فقط همون کامیابی رو گرفته. اینو میفهمید در پوانتون شاگرد عزیز؟ دقت کنید در پوانتون نمره کامیابی 55 است، 50 نیست، 55 کامیابی است. 54 بگیری ناکام میشی سایست؟ پس این نمره کامیابی رو فقط 55 گرفته، 55 85 100 و 65 گرفته. خب شاگرد عزیز حال چی میکنیم؟ حال گفته که چی اوسط نمرات از شاگرد یا از محصل دریافت کنید. این میشه چی؟ اوسط وزنی میشه. چرا؟ چون ضریب دارد. دیتایی که ما شما نمره ریاضی که 55 گرفته ضریبش 4 است سایست؟ اما درس فیزیکی که نمره 85 گرفته ضریبش 3 است یا وزنش 3 است، و نمره زبان انگلیسی که 100 گرفته ضریبش 2 است، و از برنامه نویسی یا برنامه نویسی کمپیوتری که نمره 65 گرفته ضریبش 3 است سایست. شاگرد عزیز حالا میخوایم چی کنیم؟ میره اینو ما بیم اوسط یار دریافت کنیم. خب شاگرد عزیز ما این برای پاک میکنیم سمت راسته و جوابش در اینجا دریافت میکنم، از این فرمول بالا استفاده میکنیم. درست است؟ پس من این را پاک میکنم. خب شاگرد عزیز دقت کنید، حال ما چی میکنم؟ اوسطی دریافت میکنیم. گفتیم باید چیکار کنیم؟ باید بیایم x1 در w1، x1 ما و شما هم دیتا اول ما و شماست، امیر در وزن خودش چی کنیم؟ این ببخشید این x1 ماست 55، این ضریب است، w1 است.
نمره را در ضریب یا کردیتش ضرب کنیم. 55 ضرب در 4 باید بسازیم، 85 ضرب در 3 باید بسازیم، 100 ضرب در 2، 65 ضرب در 3 بسازیم. و پس x بار ما و شما چی میشه؟ x بار ما و شما مساوی است با، من نوشته میکنم، خط کسر کلام نکشم. پس 55 ضرب در 4 یا 4 ضرب در 55 فرقی نمیکنه. پس 4 ضرب در 55 جمع 3 ضرب در 85، 3 ضرب در 85 جمع 2 ضرب در 100، 2 ضرب در 100 و در آخرم 3 ضرب در 65. پس من جایی نیست در اینجا نوشتن بکنم، 3 ضرب در 65. و در پایان چی نوشتن بکنم؟ در مخرج کسر چی هست؟ گفتیم W1 ضریب ها یا وزن ها رو باید با هم جمع کنیم. 4 جمع 3 جمع 2 جمع 3. دقت کنید، پس 4 جمع 3 جمع 2 جمع 3 و این را باید دریافت کنیم. پس x بار ما و شما چی میشه؟ مخرج ما و شما چی است؟ 4 جمع 3 میشه 7، 7 جمع 2 میشه 9، 9 جمع 3 میشه 12. صحیح؟ 4 3 7 7 10 12 6. پس در مخرج 12 داره. اما در صورت باید بیم حساب کنیم شاگرد عزیز. در صورت ما به شکل حساب میکنم. 4 ضرب در 55، 4 50 200، 4 5 10 20، 220. 220. صحیح؟ 3 ضرب در 85 من ضرب میکنم. 85 ضرب در 3 بسازیم. 3 5 15، 3 8 24، 25. 255 صحیح؟ 255. 255 3 8 24 1 25. خب 2 ضرب در 100 هم که میشه 200 و 3 ضرب در 65، 65 ضرب در 3 بسازیم. 3 5 15، 3 6 18 قد 1 19، 195. پس این هم میشه 195. خب یار با جمع بسازیم، پس 220 جمع 255، 255 جمع 200 شاگرد عزیز و جمع 195. صحیح؟ خب حال چی میکنیم؟ یارو باید دریافت کنیم، یارو کلش دریافت کنیم. چون جای ندارم شاگرد عزیز، من چی از تلفن استفاده، از ماشین حساب استفاده میکنم، ولی شما خودتون با چی در کتابچه‌تون با قلم کار کنید، بسیار آسان تر است. صحیح؟ تا جایی که میتونید از تلفن استفاده نکنید، ولی چون جای نیست من مجبور از چی استفاده میکنم؟ از تلفن استفاده میکنم. خب یارو اگه جمع بسازم، 220 جمع 255 جمع 200 و جمع 195 که میشه 870. پس شاگرد عزیز، پس x بار ما و شما مساوی است با، در صورت میشه 870 تقسیم بر چند؟ تقسیم بر 12 باید بسازیم. صحیح است؟ 870 تقسیم بر 12 بسازیم، تقسیم بر 12 میشه 72، 72 اشاریه 5. صحیح؟ پس جواب آخر ما و شما میشه 72 اشاریه 5. یعنی اوسط نمرات از محصل از شاگرد پانتون، شاگرد عزیز چند شده؟ 72 اشاریه 5 شده. دقت کنید، نمره 100 داره، 85 داره، نمره بالا داره، ولی چرا آخر فیصدیش پایان شده؟ فیصدی اصطلاح درش میگن یا اوسط درش میگن. صحیح؟ اوسط چرا آخر پایان شده؟ چون نمره ریاضی خود پایان گرفته، پایین تر گرفته. صحیح؟ 55 گرفته، چون ضریبش 4 است یا کردیتش 4 است یا وزنش برش به اصطلاح میگیم 4 است. یعنی که 55 4 بار حساب میشه، اما 100 فقط 2 بار حساب میشه. صحیح است؟ پس هر چی ضریب بالاتر باشد، تأثیر از دیتا روی اوسط بیشتر است، چون چی در ضریب ضرب میشه دیگه، در وزنش ضرب میشه. صحیح است؟ پس دقت کنید شاگرد عزیز، در پوانتون بخیر رفتین، باید فکرتون باشه، اول که باید کل درسایتون بخونین، اما درسایی که کردیت آنها یا ضریب یا وزن آنها زیادتر است، اونها را باید بیشتر تلاش کنید، چون نمره آنها در اوسط نمرات شما، در فیصدی شما تاثیر بیشتری داره. درست است؟ پس شاگرد عزیز، این از اوسط وزنی و بسیار آسان این فرمول باید یاد داشته باشید. بسیار آسان ما میتونیم چه کنیم؟ اوسط دیتا ها را یا اوسط وزنی را دریافت کنیم. درست است؟ خب شاگرد عزیز و گرامی، پس عنوان دومم امروز ما و شما خواندیم، اوسط وزنی. درست است؟ و دیدیم که بسیار آسان است و میتونیم جواب دریافت کنیم. اما کارخانگی، کارخانگی چی است؟ تمرینای صفحه 202 و 204 کتاب کار کنید و به ما روان کنید. از طریق چی؟ از طریق واتساپ. نمبرش هم 2964 780 255 4013. درست شاگرد عزیز؟
و پایان درس دوم از فصل هشتم. عزیزان مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش. شما رو به الله پاک و مهربان می سپارم.